سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال شاپرک. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. شاپرک امروز میخواد شما رو به ولایت بدخشان ببرد. اگر دوست دارید در مورد ولایت بدخشان بدانید و همچنین در مورد زیبایی های آن بدانید، پس همراه با شاپرک باشید تا شما را با این ولایت آشنا کند. خب بدون معطلی شما را میبرم به ولایت بدخشان. بدخشان. بدخشان از نظر ریشه شناسی از واژه فارسی میانه یا بدخس که یک عنوان رسمی است گرفته شده است. حروف آن که در آخر آن آمده است پسوندی است که برای نشان دادن منطقه جغرافیایی به کار می رود. بنابراین کلمه بدخشان به معنای متعلق بودن این منطقه به شخصی به نام بدخش است. بدخشان از نخستین دوره‌های روزگار باستان به بعد منبع لاجورد بوده و معادن یاقوت آن نیز شهرت داشتند. واژه فرانسوی بلایس و انگلیسی بلاس که نام گونه از یاقوت بوده ریشه در همین واژه بدخش دارد که در برخی از زبان‌های ایران شرقی حرف د به حرف آی تبدیل شده است. بدخشان در اشعار بیشتر شاعران به کیفیت لعل خیش مشهور است، چنانچه فرخی سیستانی می سراید: گر سنگ همه لعل بدخشان بودی، پس قیمت سنگ و لعل یکسان بودی. ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله، نسترن لولوی لالا دارد اندر. ولایت بدخشان در شمال شرقی کشور عزیز ما افغانستان قرار گرفته است و یکی از ولایات کوهستانی و سرسبز افغانستان ما می باشد. این ولایت در 470 کیلومتری کابل واقع است، از جنوب به ولایت کنر، لغمان و کاپیسا و از غرب به ولایت تخار محدود می‌گردد. بدخشان در منطقه کوهستانی واقع بوده و شامل کوههای بلند و پربرف چون سلسله کوههای واخان، کوه پامیر و کوههای هندوکوش است. علاوه بر این ولایت بدخشان با تاجیکستان، پاکستان و چین نیز همسایه می‌باشد. باشندگان این ولایت را اکثرا تاجیک ها و پس از آن پامیری ها، ازبیک ها، هزاره ها و قرقیز ها تشکیل داده است و زبان های رایج در این ولایت عبارتن از زبان های فارسی دری، زبان های پامیری، ازبکی و قرقیزی می باشد. در بدخشان زبان های دیگر به نام زبان های پامیری یا از خانواده های زبان های ایرانی شرقی هنوز زنده هستند و مردم به آنها گفتار می کنند. در ناحیه پامیر نیز عده اندکی به زبان قرقیزی سخن می گویند. ولایت زیبای بدخشان دارای 28 ولسوالی می باشد که عبارتن از واخان، کشم، بهارک، جرم، یفتل پایین، یفتل بالا، راغ، ارگو، درایم، ارغنچخواه، نوسی، شوکی، ماهمی، اشکاشم، خاش، خواهان، کوفاب، کوهستان، کران و مرجان، شهر بزرگ، شغنان، شهدا، تگاب، تیشکان، وردوج، یمگان، یاوان و زیباک است. همانطور که قبلا نیز گفته شد، ولایت بدخشان یکی از زیباترین مناطق افغانستان ما به حساب می آید. این ولایت دارای آببندهای بسیار زیاد و کوههای مرتفع می باشد. از جمله آببندهای مهم این ولایت می توان به دریای کوکچه، واخان، انجمن، وردوج، تگاب، تنگی شیو، پامیر، جرم، آغرده، غوریسنگ، درواز، راغ، زرقل و چمقین اشاره کرد. ولایت بدخشان دارای کوههای بلند و رودخانه های خراسان است. فراورده های عمده این ولایت گندم، جو، جودر یا گندم سیاه، جواری و ارزن است. از جمله میوه های این ولایت توت و چارمغز، زردالو، انار خواهان، آلبالو و سیب آن مشهور است. سیب بهارک و چارمغز سرغیلان در این ولایت از شهرت خوبی برخوردار. از جمله کوههای مهم این ولایت میتوان به کوههای خواجه محمد، هزار چشمه و سفید خرس اشاره کرد. پل خشتی دریای کوکچه، خرقه مبارک و آرامگاه های میریاری بک، میرغیاس و حکیم ناصر خسرو، ویرانه های بهارک، اشکاشم و توپخانه ولسوالی زیباک را میتوان جزء مشهورترین مناطق تاریخی این ولایت به حساب آورد.
تشکر از این که تا آخر ویدیو مرا همراه بودید. تا یک ویدیو دیگر، خدایا رو نگهدارتان. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید.